ریاض چاپ عربستان. پارلمان اروپا از قیام مردم ایران حمایت کرد. ریچارد چارنسکی، نایب رئیس پارلمان اروپا و وزیر سابق امور اروپایی لهستان، و یوزو رادوش، عضو کمیته خارجی پارلمان و وزیر دفاع سابق کرواسی، در دیدار با مریم رجوی اعلام کردند در شرایطی که مردم ایران برای حقوق خود قیام کرده اند، ما به اینجا آمده ایم تا از طریق شما به مردم ایران بگوییم در مبارزه تان علیه رژیم آخوندی در کنار شما هستیم. روزنامه ریاض چاپ عربستان و شمار دیگری از رسانه‌های عربی از جمله روزنامه‌های الحیات، المدینه، الیوم، اوکاز، ایلاف، العرب، الدستور و المصری الیوم، خبرها و گزارش‌هایی از دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با خانم مریم رجوی و اعلام همبستگی با قیام مردم ایران منتشر کردند. ریاض 23 دی ماه 1396 تحت عنوان پارلمان اروپا از قیام مردم ایران حمایت کرد نوشت: روز پنجشنبه 11 ژانویه 2018 هیئتی از پارلمان اروپا به ریاست آقای ریچارد چارنسی، نایب رئیس پارلمان اروپا و وزیر سابق امور اروپایی لهستان، و با حضور آقای یوزو رادوش، عضو کمیته خارجی پارلمان و وزیر دفاع سابق کرواسی، با مریم رجوی در اوورسورواز دیدار و گفتگو کردند. نمایندگان پارلمان اروپا تأکید کردند ما در شرایطی که مردم ایران برای احقاق حقوق خود به پا خواستند به اینجا آمده ایم تا حمایت و همبستگی نمایندگان پارلمان اروپا را با مقاومت تحت رهبری شما و با قیام مردم ایران ابراز کنیم و از طریق شما به مردم ایران بگوییم که در مبارزه تان علیه رژیم آخوندی در کنار شما هستیم. مریم رجوی در این دیدار ضمن تشریح آخرین تحولات مربوط به قیام سراسری مردم ایران علیه فاشیسم دینی حاکم تأکید کرد: فریادهای میلیون‌ها جوان در سراسر ایران که خواستار پایان گرفتن دیکتاتوری مذهبی و استقرار دموکراسی در ایران هستند، هیچ آینده‌ای برای این رژیم باقی نگذاشته است. مریم رجوی با اشاره به ابعاد دستگیری‌ها و جنایت‌های رژیم آخوندی در زندان‌ها گفت: ادامه معامله و روابط دوستانه با این رژیم نه تنها نقض پایه‌ای‌ترین ارزش‌هایی است که اتحادیه اروپا خود را مدافع آن می‌داند، بلکه هر گونه سرمایه‌گذاری روی این رژیم رو به سقوط محکوم به شکست است. وی از مواضع نمایندگان پارلمان اروپا از گروه‌های مختلف سیاسی در دفاع از مقاومت ایران و علیه نقض حقوق بشر در ایران قدردانی کرد و آن را پایه مستحکمی برای روابط مردم ایران و مردم اروپا بعد از سرنگونی آخوندها توصیف کرد. ریچارد چارنسکی در این دیدار گفت: تظاهرات اخیر یک بار دیگر خواست واقعی مردم ایران برای تغییر رژیم و استقرار یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین از دولت را که سالهاست توسط مقاومت ایران دنبال می شود نشان داد. اظهارات اخیر خامنه‌ای و اذعان به نقش هواداران مجاهدین در اعتراضات اخیر گواهی دیگری است بر حمایت گسترده مجاهدین در ایران. به همچنین بر استمرار حمایت خود از شورای ملی مقاومت ایران و رئیس جمهور برگزیده آن خانم مریم رجوی به عنوان آلترناتیو دموکراتیک رژیم آخوندها تاکید کرد. یوزو رادوش تاکید کرد: من همبستگی خود را با مردم ایران و مقاومت ایران تحت رهبری مریم رجوی در تلاش‌هایشان برای پایان دادن به دیکتاتوری و استقرار آزادی و دموکراسی در ایران ابراز می‌کنم. مردم ایران به صراحت همه جناح‌های درونی رژیم را رد کرده و در جستجوی آزادی‌های بنیادین هستند. اروپا نباید چشمانش را بر وضعیت در ایران ببندد و باید خواستار آزادی سریع همه معترضان دستگیر شده در چند هفته اخیر شود. سکوت در حالی که اعتراض کنندگان تحت شکنجه تا مرگ قرار دارند غیر قابل قبول است.